عرض می کردم خدمتون که هر کدومشون به یک نوعی میخواستن سوالات رو از من بگیرن به طرق مختلف. غلط کردن مدکای پدر سوخته. اینا دیگه دارن حرمت و سواد و تحصیلات رو هم از بین میبرن. واقعا همینطوره، واقعا همینطوره. تو که میدانی ما چقدر روی مسائل حساسیم. بله دقیقا. اصلا یک پسمند همایونی بچسبون پشت سوالا کسی جرئت نکنه بره سراغشون. اینم فکر بدی شخصی و خودمان میشه همایونی گذاشت که همین اتفاقا بیاد. حال رد کن بیاد. چیو؟ سوالا رو، سوالای همایونی. آها اونا که حالا باشه یه کارش میکنیم دیگه. من آخ خدای من میبینیم که دلدار و دلداده خلوت کردند. بله ما خلوت کردیم. بله اصلا ما راجع به سالات امتحانی هم صحبت نمی کردیم، راجع مسائل دیگر داشتیم صحبت کردیم. آه بله شنیده ایم که مستشار سوالات امتحانی را طرح کرده. بله بله سوالات امتحانی را طرح کردم. و شنیده ایم که چه سوالات خوبی را هم طرح کرده. دیگه در حد توان من و شعور درباریان. آه بله. خدای من مستشار فردا یک سری به من بزن با هم صحبت کنیم حالت را بپرسیم. حالم خوبه، حالم خوبه، فردام قرنطینم، من جایی نمیتونم برم. بله آره بولو توسجار این یکیو بیخیال شو، این شخصی خودمان است. آه میبینیم که خیلی با هم دوست شده اید. خیلی زیاد. بله قبله عالم چرا کسی دیگر شما را سرگرم نمی کند؟ چرا دیگر کسی با شما بازی نمی کند قبله عالم؟ چرا حوصله شما سر می رود اینجا کسی ککش هم نمی گزد؟ بازی ها دیگر تکراری شده بولو توسجار. مستشار یعنی تو با این عرض و طولت نمی توانی سر همایونی را گرم کنی؟ من بازی جدیدی بلد نیستم. اگه شما بازی جدیدی بلد هستین رو کنیم. بله بازی جدیدی بلد هستیم و رو می کنیم. پانتومیم یک بازی یونانی است. پانتومیم من این بازی رو تایید میکنم. اتفاقا تلفیقی از در واقع هنر نمایش، هوش و تیم ورک هستش. چه جالب، نمیدونستم یونانیه. بله یونانی است. آخبل یالم بسیار آسان است. یک نفر ادای یک چیزی را در می آورد، شما باید حدس بزنید که آن چیز چیست. آها ادا بازیه و خوبه خوبه دوست داریم. خب مستشار شروع کن. آه من شروع کنم چه جالب. بسیار خوب بزن یکم فکر کنم. آه بسیار خوب. ادا چی این در میاره؟ آه خدای من چقدر مزخرف بازی. خیلی خیلی ساده است. ببینید گوش کوبه؟ نه آه حال قبله عالم را به هم زدی مستشار. خیلی ساده است، لیوان بود، چطور متوجه نشدی؟ لیوان؟ این چه لیوانی مکه؟ ذهن ما را میپیچانی؟ این لیوان بود مستشار. این لیوان بود مستشار. بله بله خب البته من سوالات سخت مطرح میکنی که هوش قبله عالم را زیر سوال ببری مستشار. اصلا نداشتم من، شاید خیلی وقت بازی نکردم. قبله عالم را ضایع میکنی مستشار. این لیوان بود؟ این نه این چطور لیوانی بود؟ اجرا نکرده بودم، خیلی وقت بود من اجرا نکردم. قبله عالم او را رها کنید، او بیشعور است خدای من. به من توجه کنید، یک آسانش را میگویم. این کالسکه همایونی. آه خدای من ببین از چه هوش و ذکاوتی برخوردانند. قبله ی عالم حرف نزن مستشار. حالا دومی قبله ی عالم. ناپلیون بناپارت. آه خدای من ببین از چه هوش و ذکاوتی برخوردارن. شما اینجا هدر می روید قبله عالم. حالا یکم سخت‌تر می گویم، حتما می توانید قبله عالم. تراوشات یک ذهن بیالایش. آه خدای من چطور ممکن است گلوله استعدادی چنین اینجا دارد هدر می رود خدای من. حالا این یکی قبله عالم. گهی پشت به زین و گهی زین به پشت. آه خدای من چطور ممکن است بتوان حد زد؟ من هرچه سخت درش میکنم شما باز میگویید. حالا این یکی قبله عالم. ماشین بخار. آه خدای من دیگر کم آوردم. حال کردی؟ خیلی دست گلتون، یعنی دست گل جفتتون در بله. آه مستشاران چه تو در آینه میبینی قبله عالم در خشت خام میبینند. حال برو گورت را گم کن و مرا با این شیرینی تر تنها بگذار. راست میگه، پشت برو گم شو مرکه بی فرهنگ. فردا هم اول وقت میرسی دستبوسی جناب بلوتوش میخواد حالتو بپرسه.
خیلی آدم کثیفی هستی. خیلی. شما میخوای همینجا بشینی به من زل بزنی؟ بله. خیلی خوبه. حالت چطوره؟ به من همت شما. خوبی؟ خوبه. چه خبر؟ خبر در راه هست. چه خبری؟ اینا. سلام خانم، حال شما چطوره؟ خوب هستین؟ سلام جناب مستشار، چقدر زحمت میکشید از اول صبح. بله، در واقع ما چون امروز اینجا میخوایم امتحانات رو برگزار کنیم، من دارم مقدمات کار رو فراهم میکنم. بله. چقدر شما خوب مقدمات کار رو فراهم میکنید، حتی در فرانس همین گونه مقدمات کار رو فراهم نمیکنه. شما لطف دارید. نیست که من خودم انسان باسوادی هستم، در فرانس تحصیل کردم. این است که میدونم چقدر برای شما سخت است این کارها. کلاه هم رو ببینید چه زیبا. بله چه زیبا. اهمیت شما رو به سواد میفهمم. بله من خوشحالم که شما اینقدر به سواد اهمیت میدید. واقعا پدر مادر شما باید به شما افتخار کنن. بله پدر و مادرم خیلی به من افتخار میکنن، اصلا همه به من افتخار میکنن. میدونی نیست که تحصیل کردم در فرانسین، هم کلاهم هست. بله کلاهم داریم. بله خیلی با کمالاتید شما. دیگه دارین شورش در میارین. نه ببینید، من در فرانس هم که بودم همین گونه بود، همه به من افتخار میکردن چون با کمالات و با سواد بودم. بعد این بود که هیچ کس روی من رو زمین نمیانداخت و هر چه میخواستم به دست میآوردم. این هم کلاهم دیدید. بله کلاه رو دیدم. خیلی با کمالاتید شما. خیلی شما خیلی لطف دارین، متشکرم. شرمنده میشوید کمی؟ الان کش بله دارم شرمنده میشم. شرمنده شدید؟ بله. پس لطف کنید این سوالها رو بدهید من بروم. پس اینه ماجرا. بله دقیقا همینه ماجرا. پس پدرتون فرستادن که سوالها رو از من بگیرید. خیر، پدر خواب بودن، مادر مرا فرستادن. خیلی کار بدی کردن، خیلی کار بدی کردن. علی‌رغم تمام احترامی که من برای شما قائل هستم، نمیتونم سوالها رو به شما بدم. ببینید من زبانهای گوناگون هم بلدم ها. ببینید من الان برای شما صحبت میکنم. Look at my hat. کرچن کلاچه دستکم چیلیز. Give me the questions. سوالیان بیمه. نه نمیتونم، ببخشید. میگم یک ده نمره بدهید. اصلا امکان نداره خانم. یک دوتا بدهید، ما آبروی ما نرود، دست خالی به خانه باز نگردیم. به جان شما نمیشه. مثل بز مرا نگاه میکنی؟ خب پاشو برو به آنها بگو، بگو که این مستشار زیر بار نمیرود، بگو هی مزاحم ما میشود، بگو هی میآید خواستگاری، زیر پنجره ما آواز میخواند، حال ما را به هم میزند. برو خانم. بفرمایید. تو واقعا خجالت نمیکشی؟ نه واقعا خوشمان آمد مستشار. برای چی؟ به تو میگویند یک مرد واقعی. قربونت دارم، متشکرم، خیلی ممنون. خب ما رو را بیانداز برویم دیگه. یعنی چی؟ یعنی اینکه سالها را مرحمت کن ما برویم. ببینم زمان شما کف گرگی اختراع شده یا نه. آری بودو برو تا یکیشو نخوردی. بودو اینجا با نتون بودو بینم. خب که چی؟ الان که چی؟ چطور متوجه نمیشوی مستشار؟ متوجه نمیشم؟ خب من اینجا الان گفتی اومدم یه سری ادا اصول داره در میاری، من متوجه چی بشم؟ خب در اولین قدم بگو مستشار که این قضیه امتحانات چیست؟ امتحانات رو اشاره خوبی کردی. امتحانات رو ما برگزار کردیم که بر اساس اون یه سری سوالات طراحی کردیم که بعد امتحان میگیریم، نمره میدیم، بر اساس نمرات برای دوستان مواجب تعیین میکنیم. آه مستشار، در طراحی سوالات میتوانی روی من حساب کنی؟ طراحی سوالات که خب من سوالات رو قبلا طراحی کردم، بعدم این که شما که اصلا نبودی، ما چی تدریس کردیم که بخوای تو طراحی کمک کنی یا بخوای سوالات رو طراحی کنی حتی ها؟ خب پس به عنوان خزانه سوالات میتوانی روی من حساب کنی مستشار. ببخشید خزانه چیه؟ خزانه سوالات ما در یونان یک جایی داشتیم که سوالات را قبل از امتحان در آن نگهداری می‌کردیم. می‌دانی این دربار پر از زورگیر است مستشار، ممکن است بلایی سرت بیاورند به خاطر چند تک کاغذ بی ارزش. بعد من توضیح بدم خدمتتون، سوالات جایی نیست که کسی بتونه زورگیری کنه، سوالات اینجاست، کسی نمیتونه بهش دست بزنه. حالا یه دو سه تا از آن سوال‌هایت را بگو ببینم درست طراحی کرده ای یا نه.
خودتی؟ چی خودمم؟ ببین مطمئن باش که این امتحانات در سلامت کامل برگزار میشه، یعنی من نمیذارم کسی با دوز و کلک تقلب بکنه، اینو مطمئن باش. شما هم برای پررنگ تر شدنت فکر یه جای دیگه باش. خب اگر مرا به بازی نگیری بازیت را به هم میزنم. هر کاری دوست داری بکن. مستشار لااقل یکی دوتا سوال بده جلوی لعبت ضایع نشوی. مستشار بلوتوس حالا چطوره؟ طوری شده؟ ها؟ خب اگه کاری داری بگو، چون من کار دارم. کارتو بگو زود برو. ها؟ طوری شده؟ اتفاقی افتاده؟ مستشار جانم. مستشار جانم بفرمایید. مستشار جانم بله بفرمایید. آه مستشار جانم ببخش اگر میخواستم سوالات رو از چنگ تو درآورم. مستشار ببخشم بابت چی؟ بابت سوالا؟ مستشار بله ببخشید اگر هیله و نیرنگ پیشه کرده بودم. مستشار اب نداره، ما از این نامهربونی ها شما زیاد دیدیم دیگه، میبخش. آه خدای من. مستشار من چطور توانستم همه خوبی های تو را فراموش کنم؟ مستشار من چطور میخواستم دست به همچین کاری بزنم؟ من هر چه دارم از تو دارم. مستشار از تو دارم. مستشار تو به من زن دادی، تو پای من ایستادی. من کسی بودم که از سرزمین مادریم آواره بودم. مستشار نه حالا ایرادی نداره، در واقع ببین من وظیفه تاریخی ما انجام دادم، منتی هم سر تو ندارم. مستشار من چطور توانستم از دوستی با تو سوء استفاده کنم؟ من چقدر آدم رذلی هستم. مستشار من چقدر نامردم. مستشار نه من البته همیشه گفتم تو به هر حال دلت خیلی پاکه. من بد کردم مستشار؟ مگر این دنیا چقدر میارزد؟ این کاخ، این خزانه، همه این ثروت ها مگر چقدر میارزد؟ مستشار من هیچ چیز را دیگر. آه مستشار نگو دیگه، اشک داره تو چشم منم جمع میشه. آه تو چقدر زیبا زندگی میکنی. مستشار مستشار میتوانم تو را بغل کنم؟ البته چرا که نه. آه خدای من، خدای من. آه مستشار آه مستشار من چگونه توانستم با تو این گونه رفتار کنم؟ مستشار سوال است که مستشار آه خدا مستشار من میتوانم یک بار دیگر تو را بغل کنم؟ مستشار آه خدا 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 مستشار اجازه بده دوباره تو را بغل کنم. مستشار آه خدا مستشار قبله ی عالم پیداش کردی؟ قبله ی عالم من برای اولین بار در زندگیم مجبور شدم به خاطر شما سرقت کنم. برای اولین بار خوب سرقت کردی، آفرین. ما شاگرد شما این قبله ی عالم. خب اینا را ما ببین فردا صبح بدم دستش بدیگه. شما باید این جواب ها را در ذهن بسپارید و بعد روی کاغذ بنویسید. در کجای ما بسپاریم؟ اصلا هیچ، بگذاریم. من این جواب ها را برای شما می نویسم، شما این همین ها را در کاغذ امتحانی منتقل می کنید. قبله ی عالم. بله چی شد قرقی جان؟ این رابطه شما هم که نیومد. ای بابا مگه تو آسینم عزیز من؟ بلوتوز به کبوتر گفته بود که من جواب سواله رو دارم، هر کی میخواد نیمه شب بیاد تو مطبخ. ای بابا آقا هم از کجا داره؟ به ما بگو از کجا داره؟ این هم سواله رو با آقاش هم نمیده. راست میگوین، به ناز خاتون هم ندادن، چه برسد به بلوتوز. نصف شبی برو عصبانی نکن، نصف شبی برو عصبانی نکن، میذارم لحظه بارت میکنم. آقایان آقایان، حس نظمیه من میگوید که یک کاسه زیر نیم کاسه است. این بلوتوز میخواهد جوابهای بنجل به ما بیاندازد. پدر سوخته،
من تا نمره 20 را به چشم خود نبینم پول نمیدم. شماها خود دانید. اصلا برای چه همه چی اینجا جمع شده ایم؟ یک نفر میام از سوالات را میخرید به بقیه هم میداد، هم پول کمتری میدادم خطرش کمتر بود. البته اقبال جان، آن یک نفر اگر تو بودی که ما باید دو برابر بلوتوس به پول آمدن. خود را خیلی مشتاق نشان ندهید که قیمت را بالا نبرند. آه خدای من، شب همه ی عزیزانم بخیر. جسارتاً ممکن است بفرمایید سوالات را چطور به دست آورده اید؟ به سختی. بلوتوس جان، به پیشنهاد جناب داموس می شود نصف سکه ها را الان بپردازیم، نصف دیگر را بعد از گرفتن نمره 20. ها بله، این راه بهتریه. 17. چنده؟ یعنی چند؟ 17 کدام است؟ از 20 کمتر است؟ بله جناب اقبال، از 20 کمتر است. نمره 20 متعلق به قبله عالم است. شماها باید 17 بگیرید که کسی شک نکند قبله عالم هم مکدر نشود. تازه 3 سکه هم ارزان تر تمام می شود. بیایید بالا. من 3 تا می خواهم. به ما هم 4 تا بده. بیا بدهید بالا. خب دانش آموزان عزیز، تبریک عرض میکنم خدمتتون. بالاخره روز امتحان فرا رسید. شوخو جون یه مقدار سوالات رو بین شما تقسیم میکنن. این ورقایی که به شما میدن حاوی یک سری سوالات ریاضی، چند تا سوال ادبیات فارسی و چند تا سوال زبان انگلیسی هست که هر سوال دو نمره داره در واقع. و دو نمره. ببخشید من عذر میخوام، اینا چیه الان دارن تقسیم میکنن بین شما؟ با اجازه قبله عالم، به جهت اینکه دوستان دلشوره امتحان را دارند گفتیم که خدای نکرده یه وقت سردیشان نکند چای نباتی بنوشند. ای بابا، دیگه اصلا استرس نداره که، در واقع تمام اون درساییه که توی کلاس یاد گرفتین. من فقط یه توضیح بدم خدمتون دوستان، من سعی کردم که سوالات رو جوری طرح بکنم که خیلی ساده باشه، در این حال کاربردی باشه، و فقط اگر کسی هوس تقلب بکنه سر و کارش با شکو جون هستش که اینجا با شمشیر رو زدم. بله تقلب اصلا در قاموس ما نیست استاد. خود من اگه نمره نیارم استعفا میدم. استعفا میدم. بله متوجه شدم، این روحیه شما کاملا قابل درک هستش، من تحسینتون میکنم. اگر چای نباتتون رو خوردین که بریم امتحان رو شروع کنیم. ببخشید استاد، این امتحان کتاب بازه؟ چیه؟ یعنی جزوه آزاده؟ ها؟ خب دیگه 4 تا سوال که دیگه جزوه و اینا احتیاجی نداره. فقط خواهش می‌کنم صبر کنید، شما سوالات رو به دوستان بدین. اگر کسی خواست تقلب بکنه یا از رو دست بغل دستش نکنه، ورق رو ازش بگیرید. الان سوالا رو بفرمایید. ببخشید من شما بیا اینجا، اینا این ورقا چی بود در آوردین که اونا رو دارین میذارین رو اونا مینویسین؟ اینها برای زیردستی مستجد. بله زیردستیه. زیردستی اونا. خودکار بیا. حلال بیا. بیا. حالا بذار بذار ما بذار ما.
دیوان بابا بیا بیا. ای بابا بیدی جلو اونا اینا هم که بیزن بیا بیا بیجی بیا 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 تموم شد یعنی اگه بخواین وقت دارین ها هنوز خیلی مونده کردی همه مثل خودت ابلهن اینها همه استعدادهای درخشان هستن امتحان چطور بود؟ نور دیده؟ بسیار سخت بود، سخت! نگرانی بر ما مستولی شده بود، دل ما رنج می‌رفت، خلاصه خیلی بدبخت بودید، ولی تموم شد، گذراندیم. پس 20 را گرفتید؟ بله! سلام علیکم. آه معلم، می‌بینم که ورقه ها را صحیح کرده ای؟ و شگفت زده و متحیر؟ البته من با هوش و ذکاوتی که در شما سراغ داشتم و تلاشی که خودم انجام دادم انتظار داشتم که نمره بیشتری بگیرید ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاده. یعنی چه مستشار؟ یعنی که این اتفاق نیفتاده دیگه. آه مستشار، 19.75 همان 20 از خودت را لوس نکن. نه من ببین تو یه ذره برو پایین تر. 19؟ یه خورده پایین. امکان ندارد ما زیر 19 بشویم. آه 18؟ 5 جان؟ 5 تو چه غلطی کردی؟ البته من یه توضیح بدم. شما معلومه که بلد بودید سوالا رو، فقط جا به جا جواب دادی، یعنی جواب اون برای اون بوده، اون برای اون بوده، اینجوری یعنی شده. یعنی چه مستشار؟ یعنی اینکه مثلا من سوال کرده بودم بابا چه داد، باید میگفتن نان، گفتن 4، بعد گفتم که 2 2 تا، جواب دادن پنسیل. این چی بود؟ این شما چرا این موقع شب بیدار شدین؟ خوب نیست براتون بابا شا؟ آن چیزی بود که نگاه میکردی و عشق میدیختی؟ این هیچیه شخصیه در مورد چیست؟ چیه؟ ببینیم این عکسه. عکس چی؟ عکس؟ عکس ببینید این یه چجوری من عکس این موقع شب برای شما توضیح بدم. عکس در واقع شما فکر کنید یک نقاشیه که از خانواده من کشیده شده. بدوش کنید یه چیز خیلی پیچیده است. ببینیم کی هستی؟ اینا خانواده من هستن. من خیلی دارم براشون تنگ شده خیلی. اصلا الان نمیدونن من کجا هستم از موقعی که ناپدید شدم. نمیدونم حالشون خوبه، اونا میدونن حال من خوبه یا در یه مقداری ناراحت کنند. مستشار، خانواده خیلی مهم هستیش. بله همینطوره. بله. چه خانواده نازی داریه. متشکرم، خیلی ممنونم. این مادر از بس از غم دوری تو بودیه شکسته شدیه، نگاه کنی. بابا اون پدر بزرگ منه که کلا سرشه، مادر من نیست. این اسب کیست؟ اون اسب نیم پدر منه که صورتش یه مقداری کشیده است. بله. خواهرت کجیه؟ خواهرم تو این عکس نیست. خواهرت را نشانم بدید. خواهر منو چی کار دارین شما؟ فقط میخواستم بدانم که یک وقتی خدایی نکرد عکسش تار نباشه. نه عکسش تار نیست، شما خیالتون راحت باشه. مستشار، بله. چرا انقدر درمانده و شکسته و فرتوت و بیشعور شده ایتان وقتی هستی؟ من ببینید واقعا دیگه خسته شدم از این اوضاع. من انقدر اینجا زحمت کشیدم تا به این اوضاع یه سر و سامونی بدم و شماها رو بتونم عوض کنم و هیچ کدوم اینجا کمک من نمی کنین و عوض نمیشین. حتی تو این در واقع تلاش آخر من هیچ کدومتون حتی سعی نکردین که سواد یاد بگیرین. راستی شماها چرا اینجوری این بابا شاه؟ مستشار، بله.
من را با دیگران قاطی مکنیم. من هنرمند هستیم، حساس هستیم، روحی لطیف و شکننده ای داریم. بله میدونم، ببخشید شاید من بد صحبت کردم، ولی واقعیت اینه که نزدیکترین دوست من پشت منو خالی کرد. عیبی نداریت، من خودم دوست تو میشویم. لطف دارید شما. نه تعارف نمی کنم، جدی میگم، من تو را میفهمیم. متشکرم، ولی دیگه کار از کار گذشته، یعنی دیگه راه برگشتی وجود نداره. مستشار، بله، میخواهم به تو یک رازی را بگویم. من راه برگشت را بلد هستیم، بیا در زمان سفر کنیم. چی؟ یعنی شما میدونی؟ بلی. وای باورم نمیشه. پس آن اسب نبود، پدرت بودیه. بلی. بله اون پدرم. پس بلند شو برویم که دیر هستیه. مگه شما هم تشریف میارید؟ بله دیگر، من اینجا خسته شده، زندگی برایم بک نواق شدیه. به هنرهای من ارج نمیهندیم دیم. بله. بعد میخواهم بیایم در خانه تو مندگار بشم. قدمت رو چشم من، خواهش میکنم. پس شما هم تشریف میارید؟ بله دیگر، یک وقتی مزاحم نباشی. نه این چه حرفیه، خواهش میکنم. دیر وقت که نیست دیگه. نه خواهش میکنم، اگر که میدونین که دیگه بریم دیگه. بله. خواهرت بیدار هستیه؟ بله. خواهرت میخواستم بده یک وقتی خدای نکرده عکسش تار نباشید دیگه. برو بیرون، برو بیرون. استاد میفرمودیه. بگیم بارها بهش گفتم بابا این کار به درد تو نمیخوره، این مغازه بر رونق بدی، جلوش خود آب بپاچی، یه صفایی بهش بدی. سلام علیکم. آقا نیما خیلی خوش آمدی. چهره از این طرف ها گفتی نکنه کشتن. نه نکشتم، من هنوز زنده هستم، در خدمتتون هستم. سب کمینم باز بیرونت کردن؟ نه نه بیرونم نکردم، من دنبال یه مکانی میگردم برای تدریس. آه پس دنبال مغازه میگردی؟ نه 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 نه، اصلا انتفاعی نیستش، کاملا به صورت در واقع رایگان میان اونجا سواد رو یاد میگیره، همه چی رایگانه. آقا جان چیزی که پول توش نباشه 2000 به درد نمیخوره، اصلا منفعتی توش نیست. نه نه ببینید، اصلا مثل اینکه متوجه نمیشه یا من نمیتونم منظورم رو درست بگم. ببینید یک جایی رو میخوایم در واقع تخصیص کنیم، ما یک مکانی رو تخصیص کنیم که اونجا همه بیان سواد یاد بگیرن، شما بیاین سواد یاد بگیرین، بعدن میتونین کتاب بخون. سواد میدونین چیه؟ آها از این قرتیبازیای درباری. نه 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 این الان کتاب گالیوره. خب این کتاب سفرهای گالیوره، یک ملوان بخت برگشته ایه که در کشتیش توی دریا غرق میشه و سر از یک جزیره متروک در میاره و کشتی بزرگ در پهنه دریای نیلگون به پیش میره. هوا تاریک میشد و باد و باران خبر از طوفان پیش رو میداد. گالیور روی عرشه ایستاده بود و به افق خیره شده. میگویم لعبت جان، تازگی ها شعری نسروده ای که یک هفته سوژه خنده ما شوید؟ آه نه، سرچشمه الهامات من خشکیده است، دریغ از یک هایکو. آها پس شاید دلیل این که زندگیت سردست این است که بچه دار نمیشوی. راستی چرا بچه دار نمیشوی خاله جان؟ آخر میدانی چیست؟ من اگر هم داماد داشته باشم هم نوه، تو از حسادت میترکی اخی. ایستادیم تا به ما برسی. چطور بود؟ عالی بود، مثل همیشه. رسیدیم به بحث شیرین ازدواج شما. قبول نیست؟ ما داشتیم درباره بچه دار نشدن لعبت میکردیم، چرا شما هر وقت کم میآورید بحث ازدواج نازخاتون مرا پیش میکشید؟ هیچ اشکالی ندارد مادر جان، زندگی ما هم مثل لعبت تکراری شده است، هی خواستگار میآید هی رد میکنیم، هی خواستگار میآید هی جواب منفی میدهیم. این هی هی که میگویی همون برزوخان است دیگر. آری خاله جان، هم برزوخان است، هم مستشار است، هم مستشار است، هم برزوخان است، هم خیلی های دیگر. این مستشار که انسان با فهم و کمالاتی است، این وصله ها به اون نمی‌چسبد. ولی به آنها قول داد تا روزی دوباره به آن جزیره بازگردد. قایق رفته رفته از ساحل فاصله گرفت و گالیور را به سوی سرنوشت نامعلومش پیش برد. خورشید در خط افق طلوع می‌کرد. خسته نباشید. تموم شد؟ بله دیگه آخرش بود. پا دختره چی میشه؟ دختره اینقدر بوده اندازش موشه به دردش نمیخورده که. بابا مرتی که کور که نبوده، از اول دیده بوده دختره اینقدره دیگه. سوء تفاهم میشه، این داستان واقعی نیست، این داستانه. بکره چون گنده تر از اون هست، هر قرارتی دلش بخواد میتونه بکنه. اگه با آبچی من این کارو کرده بود پدرشو در میآورده. آقا
همون روز اول که بیوشش کردن دست باشو بسته بودن من پدرش در میادم پدر شوخ دارم. نه مثل اینکه یه اشتباهی پیش اومد. اجازه بدی این داستانه، یعنی واقعی نیست، یه چیز تخیلی واقعی. تو چی دروغ دغل خورده مردم میدی وقتی که بیچاره تو اینکه مشن دست باشه من گاری بر کشش کنم؟ آقا یعنی چی برخورد شما یعنی چی؟ از بنده که از اول بهتون گفتم ببینی هدف از یاد گرفتن سواد در واقع اینه که باشه بدم که حالا خوب خود زمان اندازه قد لیلی کوتاس این استقدوسه بله بار دیروزه، خیلی تازه است. بار دیروزه. خب اینو چند خریدی شما؟ اینو 10 تا سکه. چند؟ 10. اجازه بده به من. خب اینو چند تا؟ 10 تا سکه ها؟ 10 سکه. خب چند میفروشیش؟ قابل شما رو نداره قربون تو بشم، چون شمایی 11 تا سکه. نه من نمیخوام بخرم، میخوام بدونم مثلا شما اینو میخوای بفروشی خورده فروشی به مشتری چند میفروشی؟ خورد بفروشی شما بگو 25 تا سکه. 25 سکه. مثلا در عرض 6 ماه شما وقتی اینو 25 سکه بفروشی سود شما در عرض 6 ماه میشه چند سکه؟ 15 سکه. اون وقت شما بر اساس 15 سکه مالیات و خراج میدی. وقتی سواد داشته باشی حساب کتاب کنی، فهمیدی چی شو؟ ببخشید من گلگاو زبو میخرم 12 تا سکه. بله این فروش نمیکنه، اینو چه جوری حساب میکنه؟ این تفریقه، این تفریقه. شما مثلا چند میفروشی 12 سکه رو؟ 8 تا 3. خب اینجا شما عشان 8 از 12 کم میکنی، اینجا 8 از 12 کم میشه، بله میشه شما 4 سکه زیان میکنی. سواد خوبه خوشحالی. آره سلام علیکم. کجا بود؟ قربان سربازان ما در حالی که در میان رعیت چرخ میزد دستگیرش کردن. دقیقا همین مسئلهی که من الان بهش اعتراض دارم. ما نمیفهمیم تو نوکر قبله عالمی یا مستشار رعیت جماعت؟ همینو بفرما. شای همایونی که داغ، جایگاهشون که سرد، دود مبارک همایونی که بدون نظارگر. اون وقت تو میری تو بازار واسه خودت ولول میچرخی؟ توی بازار چه غلطی میکردی مستشار؟ من الان براتون توضیح میدم، اون وقت شما از رفتاری که با من کردین خودتون عذرخواهی میخواهید کرد. بله من رفته بودم بازار که به رعیت سواد یاد بدم. تو چه غلطی کردی مستشار؟ وامصیبتا واعلی حضرتا واویلا. خیلی خب واسه ببینم، رفت تی به رعیت جماعت سواد یاد بدی که 4 روز دیگه شاخ بشن واسه ما؟ خاک بر سرمان شد، مار در آستین من پرورش دادی. پدر سوخته پایه های سلطنت را سست میکنی، رعیت را بر علیه قبله عالم میشورانی، قدرت قبله عالم را زیر سوال میبری، به قبله عالم فحش دادی. پدر سوخته. قربانت گردم، رعیت جماعت همین جوریش هم که بی سواده هر از گاهی جفتک واسه ما میفرونه. وای به روزی که خوندن و نوشتن یاد بگیره. آره من پس فردا هم که توی سرشان بزنی حتما میگوین چرا. بلد جان اینها را بهتر از ما میفهمد، خودش را به نفهمی زده است. قبله عالم من واقعا براتون متاسفم با این آدمایی که دور خودتون جمع کردین اینجا. بهتون بگم ببریدش، ببردش یک جایی گم و گورش بکنید، دلمان خورک شود. قربان ادب کردن این گستاخ را به بنده محول کنید، پدر سوختش را در بیاورم. قربانت گردم، دستور بفرمایید بعد از ادب کردنش هم همچین دور شهر بچرخوننش تا واسه رعیت جماعت درس و عبرت شود. وای به حالت اگر رعیت را یا بو بردارد چه خبری است؟ 1 سکه خراج کمتر بردارد ما میدانیم و تو. شوخی میکنی؟ مگه امکان داره همچین چیزی؟ خدای من اینجا چه خبر است؟ چه کار دارید با مستشار مملکت؟ داماد جان شما از توتهی که مستشار چیزی خبر ندارید خودتان را نخود نکنید. باز چه گندی زدی مستشار؟ خبر مرگم رفته بودم به رعیت سواد یاد بدم. باز هم حیا نمی کند، باز همان مقاصد شومش را بی شرمانه بر زبان می آورد. آه بگذار دستت را ببوسم مستشار، بگذار تو را در آغوش بگیرم مستشار،
که دل چنین بزرگی داری. خدا رو شکر که یکی پیدا شد ما رو درک کرد. جناب بلوتوس، شما که نمیخواهین مهر همدستی با این ملعون روی پیشانیتان بخورد. آه معلوم است که او همدست ماست. آه چه دل بزرگی دارد، این همه مهنت و این همه رنج کشیدی و حقیقت را نگفتی. کدام حقیقت؟ ما او را به میان رعیت فرستادیم به بهانه سواد آموزی، برای اینکه از حساب و کتاب رعیت سر در آورد. این چی میگه مستشار؟ چیزه؟ جهت اخذ خراج بیشتر از رعیت. آفرین آفرین مستشار، به این میگوین خبرچین دهان قرص. بله، ما اگر میدانستیم که شما خبرچین هستین هرگز جسارت نمی کردیم. ارادتمندیم قربان.